سلام به دوستان عزیز این برنامه که اینقدر اسمش بلند شده که هر دفعه نمیتونم تکرارش کنم به حال ما این برنامه رو نامگذاری کردیم و گفتیم که شاخه های این درخت کوهن ما از قومیت ایرانی فرهنگ ایرانی که به صدها رشته و شاخه مختلف تقسیم میشه و از هر یک از اون رشته ها باز نمودها و پدیده های دیگری منشعب میشه که این مجموعه میشه فرهنگ قومی ما مردم بحثی بسیار بسیار وسیع و گسترده و من چاره ای ندارم که از یک نقطه ای شروع کنم از همونطور که روز اول به عرضتون رساندم میخوام ببینم که اون دوره که ما افتخارات علمی و ادبی و هنری و فرهنگی داشتیم و مقایسه اون با ادوار بعدی دلایلش که نداشتیم و سقوط کردیم دلایلش چیه اگر ما این دلایل رو پشت سر هم موزاییکوار کنار هم بگذاریم یکی از عمده ترین دلایل وضعیت کنونی این قوم ایرانی در این نقطه جغرافیایی خواهد بود که ما که امروز شدیم جزء کشورهای جهان سوم و با یک تمر جهان سومی که به پیشونیمون چسبوندن ما را از در حقیقت از جهان متمدن بیرون گذاشتند آیا این سزاوار ماست آیا ما سزاوار بود که امروز در جهان چنین لقبی بگیریم خب به این دلیل بود که من از حمله عرب شروع کردم و خواستم این موضوع رو دقیقا تفهیم کرده باشیم با هم که درسته که حمله عرب سبب نابودی یک امپراتوری بزرگ شد درسته که حمله عرب بسیاری از ارگز... اه... از لا هویت ملی ما رو پس پیش کرد و از بین برد اما این ملتی که بعد از این شکست به پا خواست و خودشو نگه داشت و با تتمه و باقیمانده مانده فرهنگیش تونست بر قوم قالب پیروز بشه قوم غالب رو اصلا عوض بکنه بنی امیه رو ما ایرانی ها عوض کردیم بنی عباس رو ما گذاشتیم خب درسته که شرط بنی عباس اجرا نشد و قرار بر این نبود که آنگونه حکومت کنند بر کشورهای اسلامی اما یک قدم بزرگ پیروزی برای ما بود چرا برای اینکه عربی که تا صد سال پیش خواندن و نوشتن اصلا نمیدانست چیست فقط صد سال بود که معدودی از عرب کتابت رو نوشتن رو از مردم شام و حلب یاد گرفته بودند از رومی ها از ایرانی ها یه چیزی یاد گرفته بودند اینها با سواد با فهم با فرهنگ سر و کاری نداشتند حالا سرزمین های وسیع شده جزئی از جهان اسلام که وسیع و قویترینش و با فرهنگترینش هم ایرانه ما ایرانی ها برای اینکه فرهنگ برجسته تری داشتیم برای اینکه علم داشتیم هنر داشتیم تونستیم قوم قالب رو رهبری کنیم تمام وزیران ایرانی کاتبان ایرانی زبان فارسی به دلیل اینکه حالا اگر قرار است این اشخاص کار بکنند این اشخاص لزوما عربی بلد نیستن که باید حالا به تدریج بعضی ها عربی رو یاد بگیرند در نتیجه زبان فارسی به این دلیل ماندگار شد وقتی خواستن امور مالیاتی رو بگذرونند جز دهقانهای ایرانی کسی دیگری نبود که این دفاتر رو اداره کنه به ناچار زبان فارسی استمرار خودش رو از دست نداد تا سال 86 که قسمت عراق بغداد دفاترش به عربی تبدیل شد در سال 126 منطقه قوم به عربی تبدیل شد و در یک کمی این ور و ماورا و نه و یعنی در این ایام همه چیز با زبان فارسی جلو می رفت. حالا اینی که در این دوره ای که ما برتری داشتیم در این دوره ای که ما از فرهنگ بالایی برخوردار بودیم ناماوران بزرگی رو به جهان عرضه کردیم همین ق... اواخر قرن سوم، تمامی قرن چهارم و قرن پنجم یک دوران دویست و چل ساله است که در این دوران ما نشان دادیم که میراس فرهنگی, فرهنگی بسیار غنی و عمیقی داریم و میتونیم اونها رو نشان بدیم و جهان رو و زندگی رو با این میراس بچرخونیم نه با میراس عرب فاتح و چنین هم کردیم نه تنها چنین کردیم حتی سبب شدیم که زبان قوم قالب زبان عربی شکوفا بشه واجه های جدید توش بیاد مگر قبل از اینکه به ایران و به شام و حلب و مناطق رومی حمله کنن عرب تصورش رو بکنید چه داشتند چه واجه ها و کلماتی مستعمل بود بینشون مگر نه اینکه در یک واحه چاه آبی هست چند تا چادر و خیمه هست چند تا اسب و بز و نمیدونم یه حسیر و شمشیر و سپر و مج... زندگی وسعت زندگی که با خودش واجه های جدید رو میاره همینطور که امروز زبان فارسی مثلا از زبان های انگلیسی و فرانسه به همین دلیل عقب تره. اونها واجه رو کالاهایی رو میسازند تولیداتی رو به وجود میارند اکتشافات و اختراعاتی میکنند که خودشون روش اسم میگذارند با همون اسم میاد به زبان فارسی ما نداریم ما حالا پیوسته باید بگیم رادیو تلویزیون اتومبیل و امثال هم به همین شکل زبان عربی رونق گرفت شکوفا شد و ایرانی ها بودند که دستور زبان عربی نوشتند ایرانی ها بودند که قواعدی برای این زبان تنظیم کردند و به خود عرب ها گفتند و ایرانی ها بودند که بهترین مکتوبات رو به زبان عربی نوشتند که برای خود عرب ها حتی ضرب المثل شد حالا این دوره باید ببینیم دلایلش چی بود و ببینیم ادوار بعدی که آغاز انحطاط فرهنگی ایرانه باز معلول چه عواملی است ما میدونیم که از وقتی که حکومت‌های ملی ایرانی به وجود آمد مثل سامانیان مثل همین دیلمی ها یعنی آل بویه و آل زیار و سفاریان اینها ایرانی بودند توجه به فرهنگ ایرانی داشتند و پشتیبان زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی بودند اینا رو همه رو توضیح دادم در خدمتتون و در توسعه علم و فن و دانش هم کوشا بودند و دانشمندان رو نویسندگان، شاعران، ستاره شناسان، ریاضیدان ها، ها رو پشتیبانی می کردن مثال متعددی هم به عرضتون رسوندم در این مورد اوکی؟ اما مجموعه شرایط این جامعه چه بوده که سبب می شده که این گونه بشه یکیش مالیات این حکومت های ایرانی به دلیل اینکه ایران دوست بودند و به دلیل که میخواستن از میراسهای های قومی خودشون سود ببرند و پند بزرگان گذشته رو فراموش نکنند آمدند مالیات های متعادلی به وجود آوردند و بر سر مالیات مردم رو خانه خراب نکردند سیستم مالیاتی که انوشیروان برقرار کرده بود که در زمان خودش پیشرفته ترین و دقیق ترین و انسانی ترین نوع مالیات بوده که برای زمینی که توش جو میکارن یا گندم میکارن یا یونجه میکارن چقدر مالیات تعیین شه و این مالیات ها رو انوشیروان کم کرد و عقیدهش و اعتقادش این بود که پادشاهی میسر نمی شود الا به سپاه سپاه پر قدرت نمی شود الا به پول پول به دست نمی آید الا به تولید کنندگان پول که کشاورزان هستند بنابراین ما می بایست کشاورزان رو حمایت کنیم و بگذاریم که اونها رونق بگیره کارشون زندگی راحتی داشته باشند و از بغل مالیات که اونا میدن ما کشور رو اداره بکنیم در نتیجه مالیاتی که بر درخت بر نمیدونم چارپایان گاو و گوسفند و شطور انواع مالیات هایی که برقرار بود اینها رو به صورت بسیار دقیقی تنظیم کرد به شکلی که مالیات دهنده براش کار سنگینی نباشه به همین دلیل رونق به وجود اومد آبادانی به وجود اومد روستاها وسعت پیدا کردن چرا برای که زاره میتونست بذر بیشتر میتونست شخم بیشتر هر کاری که بخواست بکنه به دلیل اینکه مالیات منصفانه داده بود و زیر بار زور نرفته بود میتونست که در آبادانی منطقه خودش کوشا باشه جانشینان انوشیروان حتی راه میافتادن اگر زمینی میدیدن که این زمین قابل استفاده نیست و توش کشتی نشده باقی درست نشده صاحب زمین رو میخواستند که چرا اینجا کاری نکردی مشکلت چیه به این ترتیب با اجرای نوع مالیات انوشی روانی سامانیان توانستند شرق ایران رو یعنی تمامی ما و خراسان سیستان و حتی کرمان رو قرین آبادانی و رونق کنند ما این خبرها را از کجا داریم؟ جهانگردان مختلفی که می آمدن در این مناطق میدیدند شهرها و روستاها و مینوشتند آداب و رسوم مردم رو به تمامی شهادت دادند که این مردم مرفهند فراوانی کالا هست ارزانی هست و مردم به خوشی و راحتی زندگی میکنن اینا بس اینا مجموعه تعاریفی است که جهانگردانی مثل مصطفی مثل مسعودی این آمدند و دیدند و نوشتند و اینا هم زیاد است مشکل حکومت های ملی در ایران به خصوص سامانیان که سبب انحطاط میشه در ایران بردن این بوده است که اینا می رفتن به قول خودشون به قذف به جنگ با کفار و بیشمار بیشمار ترکان رو از آسیای میانه به اسارت می گرفتن می آوردند از زن و مرد و این ترکان رو باز عرض کردن خدمتتون نمیخوام تکرار بکنم اثرات همه جانبه ای در زندگی مردم گذاشت ما از رودکی از جدی دقیقی منوچهری فرروخی، از تمام این شاعران اشعاری داریم که نشون میده کنیزی داره کنیزشو دوست داره و عشق بازی بین دو انسان در زیر سایه رابطه مالک و مملوک قرار گرفته حالا خودتون به اثرات این حرف پی ببرید که چقدر عشق با... حتی عشق که میتونه صمیمانه ترین و عاطفی ترین لحظاتی یک انسان باشه رفته این رو خریده گاهی که لازم پول لازم داره این رو میفروشه رودکی شعری داره که میگه من تو رو به چند دینار فروختم و حالا از اینکه جای خالی تو رو در خانه میبینم دارم اشک میریزم این چه کاری بود که من کردم فروخی شعر داره که میگه که بهار درخت ها شکوفه کردن یار عزیز می بیار معلومه که به چشم یه کلفت داره به این مشروق نگاه میکنه حال اثرات گوناگون روانشناسی اجتماعی رو این قضیه در جامعه ایران متداول میکنه از این بدتر اینکه مردها رو تقسیم بندی میکردند که این تقسیم بندی ها در کتاب های این دوران ما وجود داره مثل اون کتاب منوچر کاووس انصر المعالی یا خود کتاب خاجه بزرگ که در مورد غلامان و مرغوبیت غلامان و کاربرد غلامان مفصل شرح داده دقیقا شبیه همین کانسومر ریپورتی که در زبانهای انگلیسی در آمریکا و انگلیس وجود داره که شما وقتی میخواید ماشین بخرید اینو باز میکنید این میگه این ترمزش خوبه این اتاقش این شکلیه این این اشکال داره این حس نداره بعد تصمیم میگیرید که کدوم یکی از اینا رو بخرید مصرف بنزینش چقدره سرعتش تا کجا میره دقیقا این نوع گزارشات ما در مورد غلامان و کنیزها داشتیم بازارهای قرآن فروشی و کنیز فروشی رایت شده بود حالا که ما قبل از این لقب آزادگان داشتیم این لقب را هم یمنی ها به ما دادند موقع که ما یمن رو گرفتیم سربازان انوشیروان یمن رو تصرف کردند با مردم یمن به گونه ای رفتار کردند که خاطره خوش تاریخی استیلای ایران به سرزمین یمن در تاریخ یمن ماندگار شد حتی حمدالله مصطفی میگوید که کتیبه ای وجود داشت روی سنگ سیاه نوشته بودن که به شعرگونه نوشته بود که سرزمین یمن از آن کیست سرزمین یمن از آن حبشیان بدرفتار و بدکردار است چون حبشه بود که به فرمان رومی ها رفته بود یمن رو گرفته بود به خاطر تسلط بر راه های بازرگانی سرزمین یمن از آن کیست از آن ایرانیان آزاده است و با تمجید از ایران و ایرانی یاد کرده کتیبه مفصلی بوده که حالا دیگه این کتیبه معدوم شده ولی نوشته های روی اون کتیبه در کتاب های سیاهان اون عصر وجود داره ما مردم آزاده ای بودیم ما با برده و برده فروشی سرکاری نداشتیم حالا این پدیده در جامعه ایران ظهور کرده خب خب گردن کلوفتا و قد بلندا و نمیدونم بزن با هدراشو که میوردن توی نظام بقیه رو هم خوشگلترا و تر رو هم میذاشتن برای اداره تشریفات دربار یا شاهزادگان یا وزرا که چماق سرنقره چماغ سرطلا کلاه چارشاخ کلاه دوشاخ لبا تشریفات اون زمان تنشون کنن و اینها رو بگذارن برای پوز و افاده و چه و چه مصرفی دیگرش این بود که تعدادی از اینها رو خاجه می کردند که در حرم سراها مواظب زنانشون باشند مصرفی دیگرش این بود که از مردهای اسیر بهره برداری جنسی می کردند و این مطلقا در فرهنگ ایرانی عمل مشعومی بود البته توجه داشته باشید امروز روز که ما صحبت می علم و دانش مراحلی رو پشت سر گذاشته به جایی رسیده که متوجه شده بعضی از افراد به خاطر ترشحات هورمونی تمایلش این آنچنانی دارن این تفاوت داره با اینکه مرد زندار که سه چهار تا زن داره و فرزندان متعدد داره چند تا غلام هم داشته باشه در حقیقت همه ثروتمندان آدم که دستشون به دهنشون میرسید بایسکسوال شده بودند و جزء افتخاراتشون هم بود پرستیژ و حیثیت اجتماعی در این بود که فلان تاجر یا فلان امیرزاده چند غلام داره معمولا امیرزادگان تعداد غلامانشون به پونزده هزار نفر میرسیده اینقدر حالا ببینید چگونه تمام راه های از هند به این طرف به وسیله غزنویان راه های ماورا و نهر یعنی از آن سوی سیهون جاده ها همینطور آدم داره سرازیر میکنه به طرف ایالت خراسان ما و از اونجا پراکنده میشن و تا بغداد هم فرستاده میشن اونهایی که میرن در نظام چون مردم سوارکاری مردم شبانکاره و دامدار و روی کل اسب بنشین و نمیدونم به جنگ و چپاول بکن و کارشون این بوده این مردم این است که استعداد نظامی زیادی داشتن در لشکرها اینها خیلی سریع ترقی میکنن به امیر لشکری میرسن و فرمانده گروه های متعدد میشن صد نفره هزار نفره ده هزار نفره چه و سپه سالار میشن در مقام سپه سالاری چون میرفتن یه منطقه جنگ میکردن و پیروز میشدن رسم بر این بود که پادشاه یا امیر حکومت اون منطقه رو میداد به همین سر... سپه سالاری که پیروز شده به این ترتیب آلبتکین در قزنین صاحب حکومت میشه و باز دوباره سبکتکین به سامانیان کمکی میکنه در اثر اون کمک خورا حکومت تمامی خراسان بهش داده میشه حالا اینا ترکانی هستند که سه الا چهار نسل در ایران زندگی کردند و اینجا به دنیا آمدند و پرورش یافتند اما همچنان خو و خصلت ترکی ترکانه درشون است تکرار میکنم باز وقتی من میگم ترک ترکان آذربایجان یا ترکای ترکیه فعلی رو عرض نمی کنم آ. اینها ترک قبایل زرد پوست آسیای میانه بودند که آرام آرام حجوم تدریجیشون, سبب میشه که به تمامی ایران و به تمامی ترکیه فعلی شامات سوریه به این مناطق مسلط بشن حاکم بشن اما آداب و رسوم ایرانی اعتدال مردم دوستی حمایت از فرهنگ فارسی دیگه در ذات اینا نبوده اگرچه آقای سلطان محمود غزنوی بسیار معروف به اینکه پشتیبانی میکرده از شاعران و شاعران زیادی رو در دربارش جمع کرده بوده و به اینها سله میداده و پول میداده و از جدی دیگدان نقره برقرار کرد چه و چه این حرفا حقیقت هم هست اینا همه ثروتمند می شدند اما اینا رو برای تبلیغات خودش میخواسته برای اینکه اون موقع که رادیو و تلویزیون و مطبوعات و کتاب و دفتری نبوده که برای این شاعران هم که در مناسبت های مختلف مثل نوروز، مهرگان، جشن صده شعر میاد و مت سلطان رو می کنند و این شعر میره به اطراف و اکراف و سلطان با این کار خب خیلی پوز میده غزنویان به خاطر اینکه میدونستند نژاد ایرانی نیستند و یه وصله ناچسبی در این مملکت برای اینکه توجیه داشته باشن بین مردم و مقبولیت به دست بیارن شروع کردن به پیروی بسیار شدید متظاهرانه ای از خلیفه که ما مسلمانیم و عوامر خلیفه رو انجام میدیم حالا خلیفه در بغداد شافعیه ایشون در قزنین گرفته نشسته میگه من شافعیم اما هر کس که خارج از فقه شافعی یا خارج از مذهب سنی دین و مذهبی داشته باشه من میکشمش برای که خلیفه خوشحال شه. این رو ما سمسک قرار داده بهره برداری های بسیار زیادی هم ازش میکنه اینجاست که پای تمدن ایرانی شروع میکنه به لنگیدن حالا ذره ذره برستون میرسونم ایشون معروفی که 17 بار رفته به هندوستان و تمام این 17 بار لشکرکشی کشی به هندوستان هم اسم شده قزوات یعنی من در راه اسلام رفتم شمشیر زدم برای توسعه اسلام در این 17 لشکرکشی کشی حتی نه 17 تا بلکه دو تا مسجد جدید یا ده تا مسلمان جدید به جهان اسلام نیفزوده فقط رفته قارت کرده میشنیده که فلان بود کرده فلان معبد فلان مجسمه رو داره از طلای ناب و روش الماس و یاقوت و بریلیان و چه و میرفته و اونم چون قابل هم نبوده همونجا تیکه تیکش میکردن میذاشتن تو خورجین قاطر و و شطور بندش هم میوردند خب آدم هم که اصیل میکردن آوردند از اون طرف هم سامانیان در تمامی جنگ ها با ترکان آنسوی سیهون مرتبا پیروز بودند و مرتبا تعداد نفراتی از قبیل هفتاد هزار هشتاد هزار نوت هزار رو با خودشون آوردند ممر درآمدم بود و فکر میکردن دارن فتح میکنند از عواقبش آگاه نبودند خب زنها که میان و میشن کنیز و خرید و فروش میشن و بازار کنیز فروشی رونق رو میگیره در شهرها و منطقه به خصوصی میگذرند و آداب و رسومی, رسومی براش به وجود میاد و که این در فرهنگ ایرانی نبود چنین چیزی دو غلامان هم که طبقه بندی و تقسیم بندی کردند باز اثرات بسیار بسیار نامطلوبی در فرهنگ ایران میگذاره علل خصوص اونجا که در خاجه میکنند یا یک ادهی رو برای تمتع جنسی ازش استفاده میکنند و این یه امر پنهان هم نیست داستان عیاز و سلطان محمود داستان بسیار بسیار معروفیه و همین جناب سلطان محمود مهمانی داده بود و برادرش که حاکم سیستان بوده او رو هم دعوت کرده بوده ظاهرا این برادر برادر کوچکتر سلطان محمود بوده به نام مسعود ظاهرا یا منصور یادم نیست درست این از تمام شب از روی چشمش و از روی یکی از غلامان سلطان محمود بر نمی خیلی این غلام مورد پسندش واقع شده بوده و پیوسته دزدکی این غلام رو نگاه میکرده دم صبح که مهمانی تمام میشه و سلطان محمود از مهمانها رو میفرسه بیرون خلوت میکنه به برادرش میگه که مگه تو ناموس نداری تو از سر شب تا دم صبح به غلام من داشتی نگاه میکردی این غلام رو, رو برو ولی دیگه پاتو تو دربار من نذار یعنی سلطان محمود دچار تعصب خانوادگی هم شده و به برادرش گفته وقتی ناموس نداری که به غلام من نگاه میکنی حیا نداری شرم نداری که به غلام من نگاه میکنی یعنی غلام در حد یه زن عقدی انحصاری شده بوده برای آقا خب این اینها چیزایی است که وارد ایران شده اما این ترکان به خاطر قوی نگه داشتن سپاه و لشکر ناچارن بالاترین مالیات ها رو به مردم تحمیل کنند یک این جنگ ها رو بکنند و قنیمت بیارند دو مردم رو ثروتمندان رو تجار بزرگ رو دهقان های بزرگ و کسانی رو که متوجه میشن که دستشون به دهنشون میرسه و ثروتی به هم زدن به بحانه های مختلف مصادره کنند در دوران سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود تقریبا میشه گفت که بنیان دهقان ایرانی از سطح زمین برچیده شد تجار بزرگ ثروت بندها همینطور داستان بدار کردن حسنک وزیر رو که بارها و بارها شما از رادیوها و تلویزیون شنیدید چون داستان بسیار بسیار عرز ظاهر قشنگه اول کاری که در به موجب تاریخ بهقی اول کاری که میکنن ایشون میبرن در درگاه در ایوان میشونن و بهش میگن که تمام دارایی ها تو بنویس و این شروع میکنه نوشتن تمام دارایی هاش از منقول و غیر منقول باغ ها زمین ها خانه ها هر که داشته و اموال منقولش مثل سکه جواهر باز هرچی چی داشته بعد این رو میسپرن دست مفتشین که اونها برن تجسس کنن ببینن این راست گفته چیزی بیشتر از این داره یا نداره اگر که میدیدن راست گفته در مورد همین حسنک وزیر قبول میکردند و این رو با یک شاهی ده شاهی یه رقم خیلی کوچیکی مصالحه میکردن باهاش و این یه امضا میداد و تمام اموالش رو برمیداشتند تمام شد تمام سرداران سپاه بزرگان کسانی که به دلیل فتح و قنیمت زیاد به ثروت عظیم رسیدن به همین شکل روزی نوبتشون میشده به توسط سلطان مسعود مصادره میشده و اموالش می رفته تو دربار طب. حالا حکامی که اینا تعیین برای اخذ مالیات این حکام کسانی هستند که میرن به شهرها وقت من داره تموم میشه من سرتش زودتر هم بیارن میرفتن به شهرها مایات مضاعف از مردم میگرفتن که توقعات سلطان رو برآورده کنن چیز هم گیر خودشون بیاد برای اینکه برای رسیدن به این مقام اونها پول خرج کردند در نتیجه ظلم به حد اعلاش میرسه و فقر و مسکنت و بدبختی به نهایت درجه میرسه این کار طوری میشه که حاکم نیشابور سوری وقتی میبینه که سلجوقیان دارن نزدیک میشن پیشا پیش میذاره فرار میکنه و مردم شهر پیغام میفرستن برای سلجوقیان که بیایید بیایید شهر رو بگیرید چرا برای ناراضی بودن به جان آمده بودن من در جلسه بعدی آغاز میکنم به مقایسه دوران آغاز دوران انحطاط با دوران قبلی و ببینیم که انحطاط فرهنگ ایران از کجا آغاز شد و چگونه استمرار یافت فعلا شب روزتون بخیر